بر ما یک چیز غیر قابل باور بود که از این دشتای سوزان کی از بزرگترین کانال های انتقال آب افغانستان و منطقه است. یار دو پل هیچ مشکل نخواد باشد. تل پسل که اطمینان ور کردی ان شاء الله شده پروژه به صد رسیدی. 100% تکمیل شده افسر در چند نقطه. با تمام عشق به وطن کار میکردن و قدر ور خلقو جوړه کړی ده و سرسبز بسازیم این دشتای وسیع را. څنګه می وینه توی ول وس به خاله توی و همه چیز میتونیم انجام بدیم، فقط یک لحظه با ما. کانال قشتبه یکی از بزرگترین کانال های انتقال آب افغانستان و منطقه است که از ولسوالی بخشداری کلدار در ولایت استان بلخ شروع شده و آبرود آمودریا را به طول 285 کیلومتر با پهنا و عرض 108 متر و عمق 8.5 متر تا ولسوالی اندخوی استان فاریاب منتقل خواهد کرد. این کانال در هر ثانیه توانایی انتقال 650 متر مکعب آب را دارد که طبق طرح قرار است 550 هزار هکتار زمین کشاورزی را در طول مسیر آبیاری کند. دمی ده ها کیلومتر که گشتیم انجینیرای وطن خود دیدم، ماشینکارای وطن خود دیدم، لاری رانای وطن خود دیدم که با تمام عشق به وطن کار میکردن و هدف یگانشان این بود که ما خودکفا شویم از نظر زراعت و سرسبز بسازیم این دشتای وسیع را و آرزومند روزی هستم که بیایم و کارهای سازنده این مردم به جهانیان برسانم و امروز خوشبخت هستم که امو کارا میکنم که ما این پروژه عظیمی را که ما در کنار از این استاد هستم به بخشای مختلف شیر دیدم و به مردم دنیا میگم که ما به عنوان ملت و ما به عنوان مردم همه چیز میتونیم انجام بدیم، فقط یک لحظه با ما فرصت بدین که نفس راحت بکشیم. قانون قشتبه ته سیفاز اجرا می شود و هابهان از بخشداری های خلم، نهر شاهی و دولت آباد استان بلخ عبور کرده و به بخشداری های آقچه، مردیان و خوجدوکوی استان جوزجان رسیده و از آنجا به بخشداری های اندخوی استان فاریاب سرازیر می شود. در مسیر این کانال بزرگ آبی چندین آبگردان سیستم های آبیاری وسط و کوچک برای تولید برق در نظر گرفته شده که با اجرای آن در یک سال 9 میلیارد متر مکعب آب ذخیره و 60 هزار هکتار زمین دیمی و زمین آبی تبدیل خواهد شد. خدا شل کال قربانی ورکړ مجاهدینو چې وینم توی وله د ازادۍ دپاره او شرعي نظام دپاره الحمدلله غراله. نو دا مې فکر و دا مې سوچ و
چې د څنګه مې وینه تویول اوس به خوله تویو دا مې کس دا مې اراده وکړه چې نوم به بیا خوله د خپل ولس په خدمت کې خوله تویو او چې کوم وخت مې دا کانال ولیدی احساس و پلوسه و روحیه مې ډېره زیاته قوي سوه چې الحمدلله چې تعالی نو هغه دغه راژوندی سو هغه روحیه مې ډېره زیاته قوي سوه چې انشاءالله موږ به د دنیا سره سیالان سو. دا دومره غټ کار دی چې سړی فکر نشي کولی، یعنی دغه خوشحالي چې ما نن احساس کړه او تاسې مې ولیدی او دا لارو کې ما د مختلف ځایونه ولیده، بیا ما د امو سیند ولیده او بیا هغه ځایونه مې ولیده چې تاسې په دې منځ کې هغه ځمکې چې زموږ لاندې کړې وې او اوس هغه سیند په منځ کې لاړو او سړکونه پکې لارۍ پکې ورتلې. نو دا پروژه یعنی واقعا د قدر وړ خلکو جوړه کړې ده او زه به کله چې د دې ځای نه لاړم هر ځای ته چې لاړم زه به دا ورته ثابته کړم چې دا په حقیقت کې هغه پروژه ده چې افغانستان په تاریخ کې تر ټولو لویه ده. مرحله فاز حوال به طول 108 کیلومتر از کناره رود آمودریا در ولسوالی کلدار بلخ آغاز تا بخشداری دولت آباد بلخ ادامه دارد. مرحله دوم به طول 177 کیلومتر از ولسوالی بخشداری دولت آباد ولایت بلخ تا ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب ادامه دارد. مرحله سوم نیز به توزیع زمین‌های کشاورزی تخصیص می‌یابد. بر اساس آمارهای حوزه دریای شمال در حال حاضر 5.1 میلیارد متر مکعب آب دریای آمو به ازبکستان، 69.6 میلیارد متر مکعب آن به تاجیکستان و 1.5 میلیارد متر مکعب آن به ترکمنستان می‌ریزد. خودتان در جریان هستین از نقطه صفری تا 108 کیلومتری کار جریان داره و اکثر نقاط 100% تکمیل شده، افسر در چند نقطه محدود کار باقی مانده که انشالله انقریب به اتمام خواهد رسید. برای ما یک چیز غیر قابل باور بود که از این دشتای سوزان مزار ما بتونیم از این یک کانال بکشیم یا ساخت ساز کنیم پل چیزا را بسازیم، اما خوشبختانه خود انجینرهای افغانستان که هیچ انجینر خارجی در تیم شرکت انکشاف ملی نیستن توانستن که پروژه بزرگ و ساخت ساز استرکچرها را در اینجا مکمل بسازم. از لحاظ کیفیت و کمیت انشالله که یک دو پل هیچ مشکل نخواد داشت و با امید ازی که یک روز شاهد خواد بودیم اینجا و با امید ازی که یک روز شاهد باشیم که آب در این مسیر ببینیم و آب به شکل و به مطمئن باشین که از لحاظ انجینری بررسی هم هیدرولیک انالیسیس و دیزاین بسیار به شکل درست شده، هم از لحاظ استراکچر بسیار به شکل درست بررسی انالیسیس و دیزاین شده. یعنی میتونه که این اردوپل بسیار به شکل نرمال به شکل بسیار خوب امی مقدار جریان بسیار به شکل راحت و خوب از خود جریان بده و با هیچ نوع مشکل ان شاء الله روبرو نخواهد شد.
ملا برادر معاون نخست وزیر طالبان در حمل سال 1401 طی مراسم کانال قشتپه را با حضور مقامات ارشد این گروه در استان بلخ افتتاح کرد و افتتاح این طرح ملی را از مهمترین پروژه های دولت برای نجات مردم افغانستان دانسته و گفت تکمیل این کانال وضعیت اقتصادی افغانستان را بهبود بخشیده و این کشور را به خودکفایی نزدیک می کند. ملا برادر در این اهمیت این طرح تصریح کرد. ما در این پروژه در پر سل پسل که اطمینان ور کردی انشالله چه در پروژه به سطح رسیدی او چکم سنت در این کار و خدمت کردی در اگه به انشالله ما پرامکاری و عملاتر بکو و سطح به انشالله رسو. با افتتاح این کانال آبیاری زمینی کار برای 250 هزار نفر فراهم خواهد شد. لازم به یادآوری است برای افتتاح این طرح در کنار ملا برادر عبدالرحمن راشد، سرپرست وزارت کشاورزی آبیاری و مالداری، نورالدین حزیزی، وزیر زراعت و صنعت، هدایت الله بدری، سرپرست وزارت دارایی، نورالله نوری، وزیر مرزها، اقوام و قبایل، خیرالله خیرها، وزیر اطلاعات و فرهنگ، ذبیح‌الله مجاهد، معاون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، ملا عبدالحق، معاون مبارزه با مواد مخدر کشور، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، مولوی قدرت الله ابو حمزه. با افتتاح کانال قشتپه توان اقتصادی منطقه شمال افغانستان به خصوص در حوزه کشاورزی افزایش چشمگیر خواهد یافت. این حوزه با داشتن زمین‌های مرغوب و حاصلخیز و شرایط جغرافیایی و آب و هوای مناسبش میتوان تامین کننده بسیاری از اقلام کشاورزی برای افغانستان و حتی برای صادرات به منطقه باشد و به گفته برخی کارشناسان با بهره برداری از این کانال افغانستان میتواند گندم خود را تامین کند و حتی صادرات هم انجام دهد. هامودریا یکی از پرآب‌ترین رودخانه‌های آسیای مرکزی محسوب می‌شود، به طوری که قسمت‌های از آن نیز قابل کشتیرانی بوده و از طریق سواحل، بندرها، شیرخان و حیرتان بسیاری از کالاهای صادراتی یا وارداتی افغانستان با کشورهای مرکزی مبادله می‌گردد. این رودخانه به عنوان یک رودخانه بین‌المللی مرز طبیعی مشترک میان افغانستان با 4 همسایه شمالی قلمداد شده و حد فاصل قلمرو سرزمینی میان افغانستان و این کشورها محسوب می شود. خوشبختانه فاز اول کانال قشتپه به اتمام رسیده و هنقریب دولت امارات اسلامی فاز دوم را شروع می کند.